نرفع رايات البشرى ونقدر شكرا تترى الكل يهني فخرا مجدي عزي عنواني بوحيا كل الآثار ذكراك غيث مدرى اليوم رحيلي يحتار والشوق هما بجناني ودعنا أعذب أيام مرت بنجاح وسلام جوان هستن جوان هستن اما دین خود را برمی‌دارند و فرار می‌کنند چون توانشان نیست که با کفار مقابله بکنند. مولانا غلام الله این درس را به ما داد که شما در دین امونطوری استقامت داشته باشید که اصحاب کهف استقامت کردند. شما دین را بگیرید و دنیا را رها بکنید امونطوری که اصحاب کهف رها کردند. ما نمی گوییم که دنیا را رها بکنید مانند اصحاب کهف داخل غار بروید، اما دین خود را رها نکنید، دین را داشته باشید. و امین جمله ها را فرمودند شیخ القرآن به عنوان تفسیر برای ما: انهم فتیتون آمنوا بربهم فزدناهم هدا و ربطنا علی قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شتتا. آیه 13 و 14 همین سوره کاف که خداوند قصه اونا را ذکر می فرمایند که اونا چند تا جوان بودند، اونا بلند شدند و رفتند به طرف غاری و اونجا خداوند اونا را خواب نصیب اونا کرد که 309 سال در اون غار موندن. من بارها میگویم یک موضوعی هست که از صدر اسلام تا امروز مورد بحث بوده، سمای موتا هست. ما میگویم سمای موتا، الان اینجا سی حال دارد انسان. یک حال یقظه هست، بیداری. الان شما بیدارید، من صحبت می کنم، هم خود من را می بینید، هم صحبت های من را می شنوید. این حال یقظه هست. یکی حال خوابه، انسان در خوابه. وقتی کسی صحبت می کند، صحبت اون طرف را نمی شنود، اون که در خوابه اون را نمی بیند، بدنش گرما و سرما را حس نمی کند، حتی بوی بد و خوش را حس نمی کند، گاز نشت می کند. کسی خوابیده اونجا خفه می شود و نمیداند که اینجا گاز نشت میکند. بله عزیزان من، این آل نوم هست، یکی آل موت. در حال موت روح تمیز و روح حیات از بدن انسان گرفته می شود. در حال یقظه هر دو تا روح هستند، هم روح حیات هست هم روح تمیز هست. در حال نوم روح حیات هست، روی حواس گرفته شده، روی تمیز گرفته شده. و در تفسیر جلالین هست زمانی که روی حیات باشد انسان زنده هست، غذا در بدنش هضم می شود و بدنش نمی پوسد، خون در بدنش جریان دارد. اما زمانی که بمیرد می فرمایند روی حیات و روی تمیز هر دو تا گرفته می شوند. میگه این مسئله هست که روی حیات باشد روی تمیز نباشد مانند خواب، اما برعکسش اصلا امکان ندارد که روی حیات گرفته بشود روی حواس باشد که این مرده بشنود، این مرده بداند و این مرده تصرف بکند در امور. چنین چیز اصلا وجود ندارد، چون نه حیات است و نه تمیز. این بحثی هست که اصحاب کهف خوابیدند، اما 309 سال بر سر اونا گذشت و اونا ندانستند که چه گذشته هست. اونا در حال خواب بودن. حضرت عزیر علیه السلام 100 سال خداوند روحش را گرفت، روی حیاتش را هم گرفت، اونم ندانست که چه گذشته. لبثتو یومن او بعد یومن گفتن اصحاب کهف، لبثنا یومن او بعد یومن گفتن. و سنهدی کل الاوطان رایت خیر و امانی، راية خير وأماني، خفقات النور تجلى.
وشموس سعد أطلا.